پرفرنسز هم خیلی ساده هست توی فاینال کات ایکس، باز این رو هم توی یه درس میتونیم با هم ببینیم. بخش جنرالش فوق العاده راحته، اینی که تایملاین شما به شکل فریم دیده بشه، به شکل SMPTE دیده بشه، یا با ثانیه و دقیقه و ساب فریم. اگر کار صدا بکنید طبیعتا ساب فریم خیلی به درد شما میخوره. توی بخش ادیتینگ ما یه شو دیتیل تریمینگ فیدبک داریم که اگر شما دستگاهتون یه ذره سریعتر هست بد نیستش بذارید این روشن بمونه، زمانی که شما دارید تریم میکنید همزمان به شما پخش تصویر رو نشون میده. پوزیشن پلید افتر ادیت اپریشن، وقتی شما بلید میکنید و وقتی کات میکنید پلیهدتون رو میذاره بعدش. اینسپکتور یونیت شما به پیکسل باشه یا پرسنت، این واحد هایی که اینجا نشون میده به ازای درصد باشه یا به ازای پیکسل باشه زیاد چیز مهمی نیست. آدیو شو رفرنس ویفون رو معمولا بذارید روشن بمونه. همین الان شما میبینید اینجا من اگر این تصویر اینجا رو ببینید، من وقتی روشنش میکنم ویفون من رو نشون میده. اگر دستگاهتون کند هست و قدیمی هست بعضی از موارد بد نیستش که آفش بکنید. استیل ایمیجز تصاویر ثابتی هستند و عکسایی هستند که شما وارد فاینال کات میکنید. به طور پیش فرض زمانی که وارد تایملاینش رو میکنید چقدر باشه زمانشون که الان 4 ثانیه است، و ترانزیشن به صورت پیش فرض زمانش چقدر باشه که الان 1 ثانیه است. پلی بک شما، این اولین عنوان خیلی مهمه. اگر شما سیستم خوبی دارید و سیستم مولتی کور دارید، مثلا مک پرو دارین، بعد نیست این روشن بذارید تمام فرآیندهایی که نیاز هست به محاسبه و به محاسبه نیاز داره خودش توی بک‌گراند انجام میده تو حینی که شما دارید کار میکنید. اگر لپتاپ یا سیستم قدیمی تری دارید بعد نیست آف بذاریدش. این که بعد از چند ثانیه شروع بکنه خودش به کار کردن توی بک‌گراند، شما میتونید بذارید بعد از اینکه من مثلا 10 ثانیه تقریبا کار سنگینی انجام ندادن شروع کردن خود رندر کردن. اگر شما شروع بکنید دوباره به یک کار سنگین انجام دادن، پروسه بک‌گراند رندر رو قطع میکنه. توی قسمت پلی بک شما create more optimized media for multi cam clips، همونطور که شما دیدید ما اینجا میتونستیم ترانسکود بکنیم بعضی از میدیا ها رو، بعضی از تصاویر رو، و فایل های پروکسی یا optimized ازش بسازیم که پلی بکشون راحت باشه. اگر شما خواستید اینو میتونید برای تصاویر مولتی کمتون هم انجام بدید و خودش اتوماتیک انجام میده. اگر موقعی پلی بک فریم رو دراپ کرد نگه داره پخش رو و دیگه ادامه نده، من معمولا اینو آف بذارم. اگر موقع پلی بک مشکلی ایجاد شد به دلیل اینکه سرعت هارد شما کم بود و حجم ویدیوتون زیاد بود به من اخطار بده، این بد نیست، اینو خوبه که روشن بذارید. عنوان بعدی پری رول و پست رول، به این عنوان پلی بک راوند شما برمیگرده. شما همون موقع که فرض کنید شما زمانی که اینجا تریم کردید، کات زدید، هر چیزی میخواید حالا این تیکر و پلی بکش رو ببینید چقدر قبلتر و چقدر بدترش رو نشونتون بده. به طور مثال الان از جایی که هست 2 ثانیه قبلتر و 2 ثانیه بدتر رو نشون میده. اگر شما خواستید میتونید این مدت رو کمتر یا بیشتر کنید. به طور مثال میتونید دیگه 3 ثانیه بعدش رو نشون بده و 3 ثانیه از 3 ثانیه قبلش هم شروع کن یا از 2 ثانیه قبلش شروع کن. پلیر بک‌گراند زمانی که تصویر شما این زیر خالی میمونه چه شکلی باشه، سیاه باشه، سفید باشه یا چکربورد. باز همونطور که توی درس قبل خدمتون گفتم فقط تو شرایطی شاید این چکربورد به درد بخوره یا وایت که شما کار موشن گرافیک یا کار پرده سبز و حذف همچین چیزایی رو دارید انجام میدید، تو شرایط عادی شاید 99% بهتر رو همین بلک بمونه. AVI آوتپوت برای کارت های ویدیویی، اگر شما کارت کپچر یا چیزی داشته باشید اینجا دیده میشه. اگر لود نشد از اینجا میتونید بیایید لودش بکنید. ایمپورتی که ما اینجا داریم دقیقا همون چیزی که توی فایل ایمپورت داشتیم، به خاطر همین تمام اینا رو جوش صحبت شده، نیاز فکر میکنم به توضیح باشه. دستینیشن خروجی های شماست که به صورت پیش فرض اینجا فاینال کات برای شما در نظر گرفته. اگر خواستید شما میتونید به این لیست چیزی اضافه کنید یا نه میتونید کم بکنید، که اینو باز توی قسمت خروجی بیشتر راجعش صحبت میکنیم.